سلام بچه عزیز، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. فصل یک هندسه 3 رو با هم دیگه بررسی کردیم، سوالات امتحان نمایش رو با هم حل کردیم، فصل یک بسته شد کامل. بریم سراغ فصل 2، مقاطع مخروطی. مقاطع مخروطی شامل 3 قسمته. یکی بحث مکانهای هندسی هستش، یکی مبحث دایره و بیزی و سهمی که در واقع تشکیل فصل 2 رو میدن. بریم مقاطع مخروطی رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم مثلا چی هست. روی مخروطی دو تا خط رو حساب بکنید، خط دی و خط ال. اگر این دو تا خط رو که با هم متقاطع باشن، یکی از خطوط رو ثابت بگیریم و خط دیگر رو دوران بدیم، سطح مخروطی ایجاد میشه به این صورت. این دو تا خط رو فرض کنید که یکیش خط دیه، یکیش خط اله. اگر خط ال رو ثابت فرض کنید تو نقطه آ و خط دی رو بچرخونید، یک همچین شکلی پدید میاد بر اثر چرخش، که در واقع یک دو تا مخروط میشه که از نوک به هم دیگه چسبیده میشن. اینو بهش میگن سطح مخروطی. این خطوط ال و خطوط دی رو که در واقع باعث میشن رویه مخروط ایجاد بشه رو بهش میگن مولد. پس سطح روی مخروط از چندین، از در واقع میتونیم بگیم بی نهایت خطوط تشکیل شده که کنار هم وقتی به طور پیوسته قرار میگن، یکی لایه یا یک رویه‌ای درست میکنن بهش میگن رویه مخروطی. حالا اگر صفحاتی بیان و این خطوط، این در واقع مقطع، این مخروط رو قطع کنن، حالا میتونن صفحات افقی باشن، میتونن مایل باشن، میتونن قائم باشن، با توجه به وضعیت اون صفحه‌ای که میاد مخروط رو قطع میکنه، ما شکل‌های متفاوتی رو میتونیم بر اثر جدا شدن مخروط در اثر اون برش میتونیم ببینیم. مثلا اگر شما یک صفحه رو در نظر بگیرید که بیاد به صورت عمود بر محور قائم، بیاد به این صورت مخروط رو قطع کنه، اون تیکه رویی رو که برمیدارید از بالا که نگاه میکنید، مقطعی که نشون میده یک دایره میشه. پس میگیم اگر یک صفحه ای عمود بر محور مقطع مخروط یا عمود بر محور مخروط بیاد و مخروط رو قطع کنه، سطحی که ایجاد میشه میشه دایره. حالا اگر همین صفحه بیاد از این نوک رد بشه، نقطه بهت میده. اگه صفحه یه ذره مایل کنیم به طوری که موازی یال نباشه و عمود بر محورم نباشه، اون وقت به شما بیزی میده. یا در صورتی که بیایم یک خطی رو موازی مولد رسم بکنیم، به این صورت مقطعی که به شما میده سهمیه، و اگر دقیقا موازی با محور قائم سهمی باشه، شکلی به شما میده شکل حضلولی خواهد بود، که حضلولی از کتاب شما حذف کردن، ولی کلمه حضلولی رو باید بلد باشید که اگر محوری که میاد مخروط قطع کنه موازی محور قائم مخروط باشه، دو تا تیکه به شما میده از مخروط، یه تیکه بالا قطع میکنه یه تیکه پایین، که اونو بهش میگن شکل حضلولی. حالت اول دقت بکنید، در حالتی که صفحه پی بر محور سطح مخروط عمود باشد و از رأس عبور نکند، شکل میشه دایره. اگر از رأس عبور کنه، یک نقطه حاصل میشه. قسمت ب، حالتی که صفحه پی بر محور ال عمود نباشد و با مولد هم موازی نباشد. خوب دقت کنیم این کلمه ها. و تنها یکی از دو نیمه مخروط رو قطع کنه، شکل میشه بیزی. اگر صفحه پی با مولد دی موازی باشد، صفحه با مولد با اون خط دی یا خط ال موازی باشه و از رأس هم عبور نکنه، در این صورت فصل مشترکش یک سهمی خواهد بود. اگر از سطح عبور بکنه، فصل مشترکش میشه یک خط. پس اینا رو خیلی خوب بخونید توی قسمت‌های جاخالی یا قسمت‌های درست نادرستی که تو سوالات امتحانی مطرح میشه، از اینا خیلی استفاده میکنن. در حالتی که صفحه پی بیا دو تیکه بالا پایین سطح مخروط قطع کنه، اون وقت و شامل محور ال نباشد، در این صورت فصل مشترک یک حضلولی خواهد بود، یعنی خطی موازی با محور اصلی مخروط، که در کتاب 12 به بررسی خواص حضلولی پرداخته نشده است. قبلا بود، تو نظام جدید برش داشته. بریم سراغ تعریف مکان هندسی. خود تعریف مکان هندسی، بچه ها سوال امتحانی، خودش دقیقا مکان هندسی مجموع نقاطی از صفحه یا فضا هستند که همه آنها یک ویژگی مشترک داشته باشند. اگر
مجموعه ای از نقاط فضا که یک شکل رو پدید میاره، همه اون نقاط که اون شکل رو پدید آوردن یه ویژگی داشته باشن، به اون نقاط میگن در واقع نقاطی هن که در یک مکانی قرار گرفتن که داره یک ویژگی خاصن که بهش میگن مکان هندسی. و اگر نقاطی هم وجود داشته باشن که این ویژگی رو داشته باشن، عضو این مجموعه قطعا خواهد بود. اما چند مکان هندسی مهم یاد بگیریم ببینیم چیه. مکان هندسی نقاطی از دو نقطه ثابت، نقاطی که از دو نقطه ثابت A و B در صفحه به یک فاصله قرار داشته باشن. دقیقا میشه نقطه چی؟ عمود مناسب. اگه قرار باشه که من بیام در نقطه، در دو نقطه پاره خط AB رو داشته باشم، مکان هندسی نقاطی که روی این خط قرار دارن همشون فاصله شون تا این دو سر چیه؟ به یک اندازه است. یعنی این خط میشه عمود مناسب پاره خط AB. دومی، مکان هندسی نقاطی که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشن. اینا دقیقا کجا قرار میگیرن؟ روی نیمساز اون زاویه قرار میگیرن. سومی، مکان هندسی نقاطی در صفحه که از یک نقطه ثابت به فاصله ثابت آر باشن. این تعریف دایره است بچه ها. فواصل نقاطی که از یک نقطه، ببین نقطه نقطه، اسم دو نقطه که میاد یعنی فاصله های دو تا نقطه که میاد، این دقیقاً تعریف دایره است. یکیش نقش مرکز رو بازی میکنه و بقیه نقاط نقش محیط رو بازی میکنن. مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط دی به فاصله کا باشد. تصور کن یه خط دی داری، یه سری نقطه میخوای پیدا کنی که فاصلهش تا این خط برابر با کا باشه. خب خیلی ساده است قضیه دیگه، دو تا خط موازی میشه که میتونن یه ویژگی رو داشته باشن. این چهار تا مکان هندسی خیلی معروفی بودش که در واقع توی این قسمت داشتیم. البته مکانهای هندسی متفاوتی داریم بچه‌ها، فقط کافیه که شما اون مکانها رو بتونید ترسیم بکنید روی شکل. نیازی نیست که بریم هر 13 14 تاشو بلد باشیم یا 20 تاشو بلد باشیم، نه. یک تعریفی از مکان هندسی تو ذهنمون باشه، بقیه‌شو خودمون میتونیم به راحتی با توجه به سوال در واقع مکان هندسی رو مشخص بکنیم. بریم سوالات مربوط به این قسمت رو با هم ببینیم. گفته درستی یا نادرستی عبارات زیر مشخص کنید. سوالات هم تا نهایی هستن. همون تعریفایی که بالا داشتیم حالا نگاه کنید. صفحه‌ای با مولد سطح مخروطی موازی است. یه صفحه با مولد موازیه، از رأس هم عبور نمی‌کنه. فاصله مشترکش یک بیزیه. بچه بیزی قرار نبود با چیزی موازی بشه. بیزی اتفاقا صفحه‌ای بودش که نه افقی بود نه موازی یال بود و در یک قسمت مخروط قطع میکرد، او میشد بیزی. پس این نادرسته. این تعریفی که نوشته بالا مال چیه؟ مال سهمیه. پس این میشه نادرست. بعدی، درستی نادرستی عبارت زیر مشخص کنید. در حالتی که صفحه پی بر محور مخروطی عمود نباشد، با مولد آن هم موازی نباشد و تنها یکی از نیمه ها رو قطع کنه، فاصله مشترک بیزی خواهد بود. بله، دقیقا تعریف رو درست کرد. توی سال بعد همون تعریف بالا رو داده بود، اونجا گفته بود موازی بیزیه، اینجا نگفته موازی بیزیه. این درسته. اون اولیه سهمی میشد، این سال بالاییه، اینجا این جواب باید میشد سهمی، بیزی نبود. چون بیزی گفته نادرسته، اینجا دقیقا اومده درستش کرده. تو سال بعد سوال درست کرده، میشه درست اندفه. میبینی فقط کافیه که تعاریف رو جابجا کنن سوال جدید در میاد. شما اگه نکته رو بلد باشید دیگه فرقی نمیکنه. در جای خالی عبارت مناسب قرار دهید. در حالتی که صفحه پی بر محور مخروطی عمود باشد و از رأس آن عبور کند، شکل حاصل یک، بچه ها صفحه پی بر محور مخروط عموده، پس دقیقا از رأس هم عبور کنه میشه نقطه دیگه. اگه از رأس عبور نکنه میشه چی؟ میشه دایره. دوباره مثال بعدی نگاه کنید. در جای خالی عبارت مناسب بذارید. در حالتی که صفحه پی بر محور سطح مخروطی عمود نباشد و با مولد آن نیز موازی نباشد
و تنها یکی از دو نیمه مخروط قطع کنه شکل حاصل یک بیضی خواهد بود. یه جا نوشته بیضی، گفته درست نادرست معلوم کن، یه جا هیچی نگفته گفته جا خالی پر کن، در واقع جواب میشه همون دوباره، همون سوال تکرار شده با یک متن دیگه. سوال 5، مکان هندسی مجموع نقاطی از صفحه یا فضا است که همه آنها یک ویژگی مشترک داشته باشند و همچنین هر نقطه که آن ویژگی را داشته باشد عضو این مجموعه. این دقیقا تعریف مکان هندسیه که گفتم بهتون، این جمله رو میدن یه جا خالی توش میذارن، یا میگه درسته یا میگه نادرست. بعدی، مکان هندسی نقاطی که مجموع فواصلشان از دو نقطه ثابت یک مقدار ثابت باشه. بچه این تعریف بیزیه تو قسمت بعدی، چون بچه سالت امتحان نهایی به این صورتی که این جاخالی هایی که میدن در واقع چون کتاب شما کامل خوندید این سوال به این صورت میشه، این قسمت میشه بیزی. حالا تو بیزی که رفتیم متوجه میشید که چرا اون MF به علاوه MF پریم جوابش میشه چی؟ یک بیزی، مکان هندسیش میشه بیزی. سال 7، نقاط A B C در صفحه مفروضند، نقطه بیابید، خوب گوش کن، که از A و B به یک فاصله باشد. همینجا استوب کنید، یه نقطه میخوام پیدا کنم که از A و B به یک فاصله باشه. بچه این دقیقا تعریف عمود منصفه. پس من باید نقطه A و B رو داشته باشم اول، این A و B، یه نقطه دیگه هم دارم برم نقطه چی؟ نقطه C، اینم نقطه C. خب از A و B به یک فاصله باشه میشه چی؟ میشه فاصله عمود، میشه عمود منصف این پاره خط. و از C به فاصله 3 سانتی متر باشد. بچه ها از C به فاصله 3 سانتی متر فاصله دو نقطه است. گفتیم هر جا فاصله دو نقطه به شما دادن در واقع باید یک دایره بکشیم. پس چیکار میکنیم؟ یک دایره به مرکز C و به شعاع 3 ترسیم میکنیم. به این صورت خب بچه ها دقت کنید، اینجا رو اون نقاط کجا قرار میگیرن؟ فقط کافیه دوتا مکان هندسی رو با هم چیکار کنیم؟ نگاه بکنیم. بچه ها دوتا مکان هندسی ما پیدا کردیم، یه دونه عمود منصف هستش که اینجا داریم میبینیم، عمود منصف L هستش، یه دونه دایره C هستش. خب اگه دقت بکنی عمود منصف و دایره همدیگر در چند نقطه قطع کردن؟ در دو نقطه قطع کردن. یعنی شما برای این مسئله چند تا جواب دارید؟ فعلا دو تا جواب دارید. اما نکته اساسی اینجاست که اومدیم و شما نقطه C رو میمدی اینجا در نظر میگرفتی، این مثلا نقطه C بود. حالا وقتی یه دایره میدادی دیگه این دایره این عمود منصف رو قطع نمیکرد که، یا ممکن بود این نقطه C جایی باشه که وقتی دایره رو رسم می‌کنی فقط تو یه نقطه بیاد مماس بشه. نتیجه وقتی میگه پیرامون جواب مسئله بحث کنید، یعنی باید حالت‌های مختلف C رو در نظر بگیریم. پس اینجا می‌نویسیم با توجه به موقعیت نقطه C سه دسته جواب وجود دارد، یک دو نقطه، دو یک نقطه و سه هیچ نقطه. با توجه بشه با توجه موقعیت C، اگر C شما فاصلش از این خط عمود منصف زیادتر باشه خب تقاطعی صورت نمیگیره که، پس در نتیجه نقطه هم دست نمیاد. پس حواسمون باشه وقتی شکل رو رسم میکنیم، چون ببینید نگفته آب و به و سه در چه وضعی قرار دارن، سه تا نقطه گفته توی صفحه قرار دارن. پس بعد این نکات رو حتما حواسمون باشه که جوابهای مختلفش رو بتونیم بررسی کنیم.
بریم سوال 8. گفته درستی نادرستی عبارت زیر مشخص کنید. مکان هندسی مجموع نقاطی از صفحه فضا است که همه آن ویژگی داشته باشن، هر نقطه ویژگی داشته باشه درست. این دقیقا تعریف فضای مکان هندسیه. ب. هرگاه صفحه پی بر محور سطح مخروطی عمود باشد، صفحه پی بر محور عمود باشد، از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل یک دایره است. بله، اینم درسته. مکان هندسی مرکزهای، نگاه کنید حالا اینجا مکان هندسی رو ما خودمون باید پیدا کنیم، مکان هندسی مرکزهای همه دایره هایی در صفحه که بر خط دی در نقطه ثابت آن مماس باشد. بچه ها این خط دی، این خط دی، اینم نقطه آ. یه سری دایره میخوایم پیدا بکنیم که دقیقا تو نقطه آ چی باشه؟ مماس باشه. ببینیم چه اتفاقی میفته این دایره ها رو اگه بخوایم رسم کنیم. اگر شما این دایره ها رو بخواید ترسیم بکنید، من دایره اول رو برای ترسیم میکنم به این صورت. دایره بعدی، دایره بعدی، شما خودت نگاه کن. با توجه به شکلی که داری میبینیم، مرکز این دایره ها، مرکز دایره اول اینجا بود، مرکز دایره دوم میاد اینجا، مرکز دایره سوم میاد اینجا، به این ترتیب این مرکز ها کجا قرار گرفتن؟ اگه شما بی شمار دایره رسم کنید، پس بی شمار هم چی داری اینجا؟ مرکز داری. اگه به هم وصلشون کنید، آیا یک نیم خط عمود بر خط دی نمیده به شما در نقطه آ؟ میگیم چرا؟ پس این درسته. مکان هندسیش میشه یک نیم خط. نیم خط چرا میگن نیم خط؟ چون از نقطه آ شروع میشه، یک نقطه شروعش وجود داره، اون انتهاش حالا معلوم نیست کجاست. بریم بعدی. مکان هندسی مجموع نقاطی از صفحه فضا که همه آنها یک ویژگی مشترک، این دفعه مشترک رو خالی گذاشته داخلش. بریم سراغ دایره. قسمت اول تموم شد، بحث مکانه هندسی بود، مثالش رو با همدیگه مرور کردیم. بریم ببینیم دایره چی میگه. طبق تعریف، دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله هر نقطه از آن مانند X و Y از نقطه ثابت O، اینه میگم مرکز دایره، دارای فاصله یکسان R، اینو میگن شعاع دایره. او مرکز و آر شعاع. پس معادل دایره چی میشه؟ بچه ها فاصله نقطه آ از نقطه او رو بخوای پیدا کنی، یه رابطه براش داشتیم، نهتون میاد الان فاصله او آ رو بخوای پیدا کنی میشه تفاضل ایکس ها به توان دو، تفاضل ایگریک ها به توان دو. طبق تعریف گفته این فاصله برابر چی میشه؟ شعاع میشه. اگه بخوام رادیکال ابین ببرم، کافیه که طرف به توان دو برسه. به معادله میرسیم، بهش میگیم معادله استاندارد دایره. بچه ها معادله دایره به این صورت میشه، میشه x منهای آلفا به توان 2، y منهای بتا به توان 2 برابر با r2. بسیار خوب. اگر همین معادله دایره رو بیایم بازش بکنیم، یعنی بیایم این اتحادش رو باز کنیم، معادله میشه به این صورت، میشه x2 به علاوه y2 منهای 2 تا آلفا x منهای دو تا بتا ایگرگ به علاوه آلفا دو به علاوه آلفا دو به علاوه بتا دو منهای آر دو، جواب شده چند؟ صفر. ببین بچه ها عبارت کلن اتحادی بازش کردم، آرام آوردم این ور، به یه همچین رابطه ای رسیدم. این منفی دو آ رو، این منفی دو آلفا اسمشو میذارم آ، منفی دو بتا اسمشو میذارم بی، این کلم اسمشو میذارم سی. بهش میگن معادله گسترده یا ضمنی. این معادله به این صورت میشه که اکثر موقع بچه معادلاتی که به شما تو مسائل میدن به این صورته. اگر این معادله گسترده رو به شما بدن و بخوایم شعاع دایره رو پیدا کنیم
و مرکز دایره رو از این رابطه به دست بیاد. مرکز دایره میشه نصف قرینه ضریب x و نصف قرینه ضریب y، و همچنین شعاع بخوای پیدا کنیم میشه 1/2 a2 به علاوه b2 منهای 4 برابر c، که از این طریق میتونیم در واقع مقدار شعاع رو پیدا کنیم. اما اگر بخوای این رابطه رو خلاصه ترش بکنی، ما میدونیم که مقدار a برابر بود با چی؟ مقدار a برابر با 2 آلفا. یعنی به جای آ میتونم بذارم 2 آلفا، به جای ب میتونم بذارم چی؟ 2 بتا. خب نگه به توان 2 برسه، آر به دست میاد به این صورت، میشه رادیکال 1/2 هم داره پشتش، میشه 4 آلفا 2 به علاوه 4 بتا 2 منهای 4 تا 3. بچه ها اگه 4 اگه فاکتور گیری کنم میشه 2 با این 1/2 میره، بعد به این رابطه میرسن. این رابطه چی میگه؟ فارسی نوشتم برات. مگه آلفا بتا طول مرکز دایره نبودن؟ طول عرض مرکز نبودن. پس می نویسم آر برابر با طول به توان 2 به علاوه عرض به توان 2 منهای عدد سی، که یه رابطه جدیدی میشه براش، میتونی ازش استفاده بکنی. توی دایره ها بچه ها ما در واقع بحثمون یه سری نکاتی هستش که تو برای مسائل دایره خیلی مهمه. برای اینکه این نکات رو بتونیم در واقع یاد بگیریم، بیشتر تو مثال سعی کردیم این نکات رو خدمتتون بگیم، چون حجم کار خیلی میرفت بالا، مجبور بودیم همه در واقع نکات دایره رو بخوایم توی درسنامه بگیم، خب خیلی زیاد میشد. به خاطر همین سعی کردیم سوالایی که با تکرار بیشتری هست رو نکاتش رو توی سوال با همدیگه بررسی کنیم. مثل چی؟ مثل وضعیت دو تا دایره، مثل وضعیت خط و دایره و و چیزهای مختلف دیگه، که اگر اونا رو بخونید و ندونید کجا استفاده میکنید، در واقع یک سری مفاهیم به درد نخور تو ذهنتون جا میگیره که خب ممکنه اذیتتون کنه تو امتحان. به همین دلیل سعی کردیم سوال بهتون نشون بدیم، تو سوال ببینیم باید چی کار بکنیم. فقط این وضعیت دایره و مماس بر محورها رو در نظر داشته باشید، که اگر دایره‌ای وقتی گفتم بر محور مختصات مماسه، ناحیهش مهمه کدوم ناحیه اول دوم سوم باشه، و همچنین بر محور x یا بر محور y که جداگانه بخواد مماس باشه به چه صورتی میتونه باشه. بریم سراغ سوالات. سوال اول، از نقطه A به مختصات 2 و 3 روی دایره، خوب دقت کن، نقطه A روی دایره است. شما بهترین کار، بهترین روشی که برای حل مسائل دایره نیاز دارید اینه که رسمش بکنید، نه اینکه بریم یه دایره مشخص رسم کنید، یه شکل دایره بکشید به این صورت، یه نقطه همش مشخص کنید مثل نقطه آ، همین کافی. مرکز دایره رو پیدا میکنیم. اصلا بچه ها اسم دایره که میاد بدون اینکه اصلا سوال ازت چیزی پرسیده باشه، شما مرکز و شعاعش رو پیدا کن. همینجا ببینید الان معادله گسترده است، ببینید مرکز دایره چی میشه؟ نقطه O. گفتیم نصف قرینه ضریب x، نصف قرینه ضریب y. تموم شد. این شد مرکز. شعاع چی میشه؟ فرمول داشتیم براش. همین الان میتونید دیگه شعاع رو این رابطه بدی. بگی رادیکال طول به توان 2 به علاوه طول به توان 2 منهای c. این c اگه بیاد اینور میشه چی؟ میشه منفی 3. منهای c میشه به علاوه 3. جواب میشه رادیکال 5. ببینید؟ میتونید از همون فرموله برید، بگی 1/2 a2 به علاوه b2 منهای 4 c، منتها این c باید بیاد این سمت، حواست باشه. این هم شد مرکز شعاع دایره. خب مرکز دارم، شعارم دارم، الان قضیه تقریبا حل شده است. چی از من خواسته؟ گفته مماسی بر دایره در نقطه a رسم کنید. یک خط مماس در نقطه a ترسیم میکنیم به این صورت، این خط مماس. سوال چی پرسیده؟ معادله این خط مماس چی میشه؟ بچه ها معادله خط مماس بخوایم پیدا کنیم، ما شیب خط لازم داریم. گوش میدی؟ ما نیاز داریم که شیب خط به دست بیاریم. اگر شما اینجا بخوای معادله خط بنویسی، این خطه یه دونه شیب میخواد اینجا که نداریم، یه نقطه میخواد خودش گفته 2 و 3 که داریم. پس معادله این خط میشه ایگرگ منهای 3 برابر با ام در ایکس منهای 2. این معادله ای که شما دنبالش میگردید، معادله خط. اما تو این معادله چه چیزی ما نداریم؟ شیب خط رو نداریم.
بیایم از ویژگی های دایره استفاده کنیم. یکی از ویژگی های دایره اینه که میگه اگر شما از نقطه او به محل مماس ترسیم بکنید، پاره خطی که اینجا میبینید یعنی او آ، این پاره خط شیبش همیشه معکوس و قرینه شیب امه. یعنی اگر شما ام او آ رو پیدا کنید، میتونیم بگیم که ام خط برابر با منفی یک بر روی ام چی؟ او آ. حالا عزیزان فقط کافیه شما شیب خط او آ رو پیدا کنید. شیب خط او آ چی میشد؟ طبق رابطه هایی که از قبل بلدیم، ام او آ میشد تفاضل ایگرگ ها. کدوم ایگرگ ها؟ ایگرگ او که مختصات چند بود؟ یک و یک بود. پس تفاضل ایگرگ ها رو حساب کن، میشه یک منهای سه. تفاضل ایکس ها میشه یک منهای دو. دقت کنید بچه ها، بالا میشه منفی دو، پایین میشه منفی یک، جواب میشه دو. یعنی شیب خط او آ شده دو، پس شیب خط ام چی میشه؟ منفی یک دوم. پس کافیه به جای ام چی بذاریم؟ منفی یک دوم. در نتیجه ایگرگ برابر میشه با منفی یک دوم ایکس، این منفی دوم تو این ضرب میشه، میشه به علاوه یک به علاوه سه. این میشه معادله خطی که شما دنبالش میگشتید. پس این نکته جالب یاد گرفتیم اینجا. اگر قرار باشه معادله خط مماس بر دایره رو رسم بکنیم، ما برای این معادله شیب خط نداریم. برای اینکه شیب خط پیدا بکنیم کافیه چیکار کنیم؟ مرکز دایره تا خط نقطه آ رو با توجه به اینکه دو تا نقطه‌ش رو داریم، بیایم شیب خط شاهین را به دست بیاریم. این شیب خط چون این دوتا بر هم عمودند، با توجه به شرط عمود بودن، شیب‌هاشون معکوس قرینه هم دیگه است. پس شیب اینو پیدا می‌کنم، معکوس قرینش می‌کنم، میشه منفی دوم، تو معادله خط قرار میدیم. سوال بعدی، دایره‌های زیر نسبت به هم چه وضعی دارن؟ آقا راهکار چیه؟ خیلی ساده، مرکز و شعاع هر جفت دایره رو به دست بیار. اول چیکار میکنیم؟ مرکز و شعاع هر دو تا دایره رو به دست میاریم. برای اولی مرکزش میشه 3 و 1، شعاع چی میشه؟ نمیخواد دیگه بالا نگاه کنی، یه رادیکال بذار، اینه به توان 2 برسون میشه 9، اینه به توان 2 برسون میشه 1، منهای 9 میکنیم که 3، جواب میشه 1. پس شعاع دایره اول 1، مرکزش 3 و 1. میام این ور، این معادله استاندارد، مرکزش 0 و 0، شعاعش هم برابر با 1. آقا از این راحت‌تر دیگه، دو تا دایره داری هم شعاع، شعاعش با هم یکیه. پس مرکز و شعاع هر کدومو چیکار میکنیم؟ پیدا میکنیم. این اسمش میذاریم اوپریم، این هم اسمش میذاریم چی؟ آرپریم. این دوتا کار شد تا اینجا، مرکز شعاع هر کدوم پیدا کردم. کار بعدی چیه؟ فاصله اوپریم رو پیدا کن، میشه رادیکال. 3 منهای 0 میشه 9، این هم میشه 1، جواب میشه رادیکال 10. دقت کن، به فاصله اوپریم میگن خط المرکزین. خط المرکزین یعنی چی؟ یعنی فاصله مرکز دوتا دایره. در واقع شما دوتا دایره داری اینجا به این صورت، ما نمیدونیم چه وضعی دارن، فقط میدونیم که این فاصله، این فاصله بچه ها چیه؟ چند شده؟ رادیکال 10 شده. خب شعاع دایره بزرگی چنده؟ اون یکی دایره 1. شعاع این یکی هم 1. به نظر شما رادیکال 10 این دوتا شعاع اگه با هم دیگه جمع بشن از رادیکال 10 بیشتر یا کمتره؟ قطعا رادیکال 10 میشه 3 و خورده‌ای دیگه، ولی این دوتا چقدر میشن؟ رو هم میشن 2. یعنی چی؟ یعنی اوپریم از جمع دوتا شعاع چیه؟ بیشتره. یعنی چی بچه ها؟ یعنی دوتا دایره از همدیگه جدا هستن. دایره هایی که از همدیگه جدا باشن، فاصله خط مرکزشون از جمع دوتا شعاع همیشه بیشتره. در نتیجه وقتی میگه نسبت به همچه وضعی دارن، میگه این متخارج هستند. متخارج یعنی خارج هم هستند.
دایره ها بچه ها با همدیگه 6 تا وضعیت دارن، یا متخارج هستن یا میان میچسبن به همدیگه میشن مماس بیرون، یا تداخل میکنن با همدیگه میشن متقاطع، یا این یکی کوچیکه میره تو داخل بزرگه میشن مماس داخل، یا میره تو داخلش قرار میگیره ولی مرکز قرار نمیگیره میشه میشه در واقع متداخل، و یا هم مرکز میشن که میشن هم مرکز. این 6 حالت ما تو دایره ها داریم که اینجا یکی از حالتاش بررسی شد. بریم قسمت بعدی، وضعیت خط و دایره. آقا دایرت رو رست کن، خطت هم رست کن، ببین چه وضعی با هم دیگه دارم. باز برای این چیکار میکنیم؟ دوتا کار انجام میدیم. دوباره همون وضعیت بچه ها، مرکز و شعاع دایره رو به دست میاریم. اصلا شما تو دایره هیچ کاری جزئی نداری، هر چی سوال دایره بهت دادن اول مرکز شعاعشو پیدا کن، دوتا بود دوتا پیدا کن، یه دونه بود یه دونه پیدا کن، انجام بدیم. دایره نگاه کنیم بچه ها، مرکز صفر و صفر، شعاع رادیکال دو، این آر دو ها تو اصل شعاع میشه رادیکال. حالا چیکار میکنیم؟ وقتی به شما یه خط میده، میخوای وضعیت خط رو با دایره مشخص بکنی، باید ببینی که مرکز دایره تا خط شما چه فاصله ای داره. شاید پیش خود بگی خب بشه دردی میخوره. من میگم اگه شما فاصله مرکز تا خط رو بدونی، فرض کن نوک انگشت من مرکز، اینم خطه، اگه من مرکز دایره رو تا خط حساب بکنم، خب بعد این فاصله با شعاع برابر بشه، یعنی اینکه این خط رو دایره قرار داره، پس مماسه. اما اگه فاصله مرکز تا خط کوچیک‌تر از شعاع بشه، یعنی خط اومده داخل دایره، پس خط با دایره میشه چی؟ میشه متقاطع. و اگر فاصله مرکز تا این خط بیشتر بشه، دایرمون اینجا باشه، این بیشتر باشه، یعنی شعاع دایره از این فاصله کوچیک‌تره، پس خط با دایره اصلا تقاطعی ایجاد نمی‌کنه. پس برای اینکه بدونیم وضعیت خط با دایره چی میشه، کافیه که بیایم مرکز دایره رو فاصله‌اش تا این خط به دست بیاریم. این خط رو دقت بکنید، این خط میشه x به علاوه y منهای 2 برابر با 0. فاصله نقطه O رو میخوام تا خط حساب بکنم، OH. یه فرمولی براش داریم بچه ها. فرمول چی میگه؟ میگه اگر شما معادله خط داشته باشی AX به علاوه به Y به علاوه C برابر با 0، یه نقطه هم داشته باشی به نام نقطه X 0 و Y 0، اون وقت OH یعنی فاصله نقطه تا خط برابر میشه با قدر مطلقه، جاگذاری کن میشه AX 0 به علاوه BY 0 به علاوه C بر روی رادیکال A2 به علاوه B2. این عددی که به دست میاد میشه همون فاصله که شما دنبالش میگردید. الان چیکار میکنم اینجا؟ میخوام OH رو پیدا کنم. نتیجه معادله خط رو دارم به این صورت، 0 و 0 داخل معادله میذارم، میشه قدر مطلق 0 به علاوه 0 منهای 2 بر روی رادیکال ضریب x 1 ضریب y 1، جواب میشه 2 بر روی رادیکال 2 که جواب کلا میشه رادیکال 2. بچه جالب شد، فاصله OH شده رادیکال 2، شعاع دایره هم که رادیکال 2، یعنی چی؟ یعنی خط با دایره مماسه، چون فاصلهش با شعاع یکی شده. پس وضعیت چی میشه اینجا؟ مماس است. بریم سوال بعدی. درستی نادرستی عبارتی رو مشخص کنید. معادله زمینی دایره رو به شما داده، گفته این معادله یک دایره است اگر و تنها اگر این رابطه برقرار باشد. بچه دقت بکنید، شعای دایره بود 1/2 رادیکال A2 به علاوه B2 منهای 4 تا C. چون رادیکال وجود داره بچه ها، این رادیکال باید همیشه مثبت باشه. چرا باید مثبت باشه؟ به خاطر اینکه شعاع دایره هیچ وقت 0 نمیتونه باشه، چون اگه یه دایره شعاعش بشه 0 میشه نقطه، و شعاع دایره هیچ وقت منفی هم نمیتونه باشه. پس این رادیکاله باید حتما چی باشه؟ مثبت باشه. رادیکالی که بخواد حاصلش مثبت باشه، زیر رادیکال باید مثبت باشه. پس اگر شما A2 به علاوه B2 منهای 4 سی رو بزرگتر از 0 قرار بدید، نتیجه این میشه که A2 به علاوه B2 میشه بزرگتر از 4 تا C، چون 4 سی به رقم میشه مثبت، میشه این شرط دایره است.
اما این اشتباه نوشته، این گفته آدو علاوه بده کوچیک‌تر از 4 سی، پس این عبارت چی میشه؟ نادرست میشه. سوال بعدی، معادله دایره رو بنویسید که مرکز آن، گفته معادله دایره بنویسید. بچه ها برای معادله دایره چی نیاز دارم؟ همینجا استوب کنین ها. یه مرکز نیاز دارم به نام آلفا و بتا و یک شعاع نیاز دارم. باید اینا رو پیدا کنم تا اسمش بشه معادله دایره. خودش گفته معادله دایره بنویسید که مرکز آن این باشد. خدا خیرش بده، پس اینو به ما داده اینها. یعنی آلفامون میشه 2، بتامون میشه -2، و بر دایره به این معادله مماس چی باشه؟ مماس خارج باشه. شرط مماس خارج چی بود؟ همینجا تو ذهن تصور کن، دو تا دایره به هم بچسبن از بیرون، پس فاصله این شعاع با فاصله این شعاع جمعش باید بشه خود خط المرکزه. پس شرطش میشه چی؟ او پریم برابر با آر به علاوه چی؟ آر پریم. ببینیم چه اتفاقی میفته. من مرکز دایره اولیه رو دارم، توی این دایره گفتم دوباره چیکار میکنیم؟ میریم مرکز و شعاعش رو پیدا میکنیم. گفتم چه بهت بگه چه نگه باید پیدا کنیم. اوپریم نصف قرینه -1، نصف قرینه 2، این 4 میاد این ور میشه -4. شعاع چی میشه؟ آر برابر با رادیکال این به توان 2، این به توان 2 به علاوه 4. 4 و 4 8 و 1 9 جواب میشه 3. بچه شعاع دایره چند شد؟ 3 شد. شعاع شده 3. اوکی. خط المرکزه این رو بیاییم به دست بیاریم، او اوپریم میشه رادیکال. فاصله این دوتا چی میشه؟ 2 منهای 1 میشه 3 به توان 2 میشه 9، اونم میشه 4 میشه 16، جواب میشه چند؟ میشه 5. یعنی چی؟ یعنی او اوپریم باید برابر باشه با آر به علاوه یه آر پریم. او اوپریم 5ه. شعاع دایره اول رو ندارم، میذارم آر، اما شعاع دومی رو پیدا کردم شده 3. از اینجا متوجه میشم که آر برابر میشه با 2، پس شعاع دایرهمون چنده؟ 2ه. بچه عزیزی یه شعاع دارم برابر با 2، یه مرکز هم دارم 2 منهای 2. معادله دایره رو براش مینویسم. معادله دایره چی میشه؟ میشه x منهای 2 به توان 2 به علاوه y به علاوه 2 به توان 2 برابر با 2 به توان 2 که میشه 4. ببینید وضعیت دو تا دایره رو باید ما از روی خط المرکزه و شعاع دو تا دایره به دست بیاریم. یه مقایسه است. کافیه شما این سه تا عدد رو داشته باشید با هم مقایسه کنید. با توجه به وضعیتی که به وجود میاد میتونید مشخص کنید که دایره به چه صورتی شرایطش خواهد بود. دوباره سوال 6 اومده یه همچین چیزی داده. بچه‌ها وضعیت دو دایره جز سوالای چی میشه؟ پرتکرار میشه. پس اینا مهمن. وضعیت دو دایره مهم میشه. نگاه کنید، دوباره دایره اول، دایره دوم، مرکز و شعاع هر کدوم سوا سوا حساب میکنیم. او برای اولی میشه 1 0، شعاع برابر میشه با رادیکال 1 به علاوه 0 به علاوه 4، جواب میشه رادیکال 5. میریم سراغ بعدی. مرکز اولی اوپریم 0 و 0، شعاع دومی آر پریم برابر با 2. مقایسه کنیم بچه، او اوپریم اول پیدا کنیم. او اوپریم خیلی واضحه که 0 و 0 فاصلش تا 1 و 0 میشه 1 دیگه، خیلی واضح و روشن. نتیجه ببین بچه ها چه ارتباطی بین آر و آر پریم وجود داره. رادیکال 5 بچه ها دقت بکنید میشه 2 و 2 دهم تقریبا. خب الان اگه دقت کنید، عدد 1 که فاصله دوتا مرکز دوتاش به در واقع مرکز دایره باشه از جمع دوتا شعاع کوچیک‌تره، اما از تفاضل دوتا شعاع بزرگتره. یعنی او اوپریم بین آر منهای آر پریم قرار گرفته، من داخل قدر مطلق میذارم، و کوچیک‌تر از آر به علاوه آر پریم قرار گرفته. این وضعیت یک وضعیت بسیار پرتکراره تو دایره ها.
به نام وضعیت متقاطع بهش میگن. زمانی که خط المرکزین بین تفاضل دوتا شعاع و مجموع دوتا شعاع قرار بگیره، این میشه حالت چی؟ حالت متقاطع. پس این وضعیت الان وجود داره، یعنی یک عددی هستش بین 2.2 منهای 2 و عددی هستش بین 2.2 و به علاوه 2، پس میشه حالت متقاطع. سوال بعدی، درستی نادرستی عبارت زیر مشخص کنید. آیا این رابطه یک دایره است؟ نمیدونیم. شرط دایره چی بود؟ شرط دایره این بود که A2 به علاوه B2 بزرگتر از 4 تا C باشه. بیاید قرار بدین داخلش مقادیر رو. A2 منفی 2 به توان 2 به علاوه B2 منفی 4 به توان 2 آیا بزرگتر است از 4 ضرب در 10؟ امتحان میکنیم. 2 به توان 2 4 میشه 4 به علاوه 16 بزرگتر نیست از 40. این گفته رابطه فلان معادله دایره است، میگیم نادرست. کی گفته معادله دایره است؟ اشتباهه. سوال پرتکرار بچه ها، این همین سوال دقیقا تکرار شده. من عقص نوشتم براتون این سوالی که ببینید، همین سوال تکرار شده بود. بالا نوشتیم یه نقطه داده 2 و 3، مرکز دایره 1 و 1، دقیقا همون سوال تکرار شده. خط مماس خواسته ازت. خب کافیه که دوباره شیب خط رو پیدا بکنیم، از او به آوست کنیم که دقیقا تکرار سوالیه که بالا حل کردیم. این یعنی اینکه این سوال سوال مهمی میشه چون پرتکرار بوده. خیلیاش بچه ها پرتکرار بوده، من ننوشتم، فقط بحث نمونه که دوتا نوشتم که بدونید. سوال بعدی، معادله دایره ای رو بنویسید که مرکز آن 2 و 3 باشد. بچه ها اسم این که میگه معادله دایره ای رو بنویسید همین، خط میکشیم دورش، یه او میخوایم که داریم، یه آر میخوایم که نداریم. کافیه شعاع پیدا کنید. چی خواسته ازت؟ و ام 1 و 1 یک نقطه از روی دایره باشد. یعنی شما یک دایره دارید، فرضی به این صورت، یک مرکز دارید به نام مرکز O و یک نقطه‌ای دارید اینجا نقطه M. بچه ها قبول دارید که اگر O رو به M وصل کنید میشه شعاع؟ قبول دارید که فاصله OM همون شعاع دایره است؟ پس بیا فاصله OM رو پیدا کن. تفاضل X ها 1 به توان 2، تفاضل Y ها 2 به توان 2، جواب میشه رادیکال 5. خب شعاع به دست ما، رادیکال 5، مرکز دارم، شعاع هم دارم. برم سراغ معادله دایره. معادله دایره از چه طریقی؟ از طریق استاندارد میشه x منهای 2 به توان 2 y منهای 3 به توان 2 برابر با شعاع به توان 2 که میشه 5. یک سوال یک کنیم نمره ای یا یک نمره ای، خیلی ساده تونستیم ازش استفاده کنیم و سوال رو حل کنیم. این هم از بخش دوم در واقع مبحث مقاطع مخروطی. و بخش بعدی که میخواییم با هم شروع کنیم مبحث بیزی هستش. بیزی طبق تعریفی که توی جاقالی ها هم دیدیم، بیزی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که مجموع فواصلشان از دو نقطه ثابت که بهش میگن کانون یک مقدار یکسان باشه. این دو نقطه ثابت رو با F و F پریم نشون میدیم که بهش میگن کانون‌های بیزی، و مقدار ثابت رو با دعا نشون میدیم. پس اگر شما یک بیزی داشته باشید به این صورت، دو تا نقطه اینجا وجود داره به نام نقطه F پریم و نقطه F. میگه هر نقطه ای رو بیزی شما در نظر بگیرید مثل M، اگر بیایید M رو به F وصل کنید، ام رو به اف پریم وصل کنید. این بچه ها خیلی مهمه ها، اصلا این نکته ای که الان داریم میگیم خدمتتون کلید حل خیلی از مسائلی که در ادامه خواهید دید. میگه هر نقطه ای که رو بیزی وجود داشته باشه، اگر فاصلهش تا اف پیدا کنید، فاصلهش تا اف پریم پیدا کنید و این دوتا رو با همدیگه جمع بکنید، یعنی بشه ام اف به علاوه ام اف پریم، این فاصله همیشه برابر میشه با دعا. این دعا رو شکل چیه؟ این دعا رو شکل اینه، نگاه کنید. این آ آ پریمه، دقت کن.
آپریم یعنی قطر بزرگ بیضی. قطر بزرگ بیضی اسمش میشه دعا. داره اینه میگه بهت، میگه اگر ام اف فیلم رو با ام اف جمع بکنی، این دوتا با هم جمع بشن میشن فاصله آ تا آپریم. این تعریف بیضیه. یعنی این نقطه مهمیست کجا باشه. این نقطه اگه اینجا هم باشه بازی رابطه برقراره، اینجا هم باشه همینه. هر نقطه ای رو بیضی شما قرار بدید جمعش همیشه تا اف و اف فیلم که بهش میگن کانون برابر میشه با دعا. این تعریف اساسی بیضی بود. در مورد بیضی باید موارد زیر رو به خاطر بسپارید. چیه؟ اف و اف فیلم دو تا نقطه هستن که بهش میگن کانون های بیضی. او که خب مرکزه مشخصه. آ و آپریم. بچه آ آپریم خطیه یا قطریه که روش اف اف پریم قرار داره. اصطلاحا به آ آپریم میگن قطر کانونی، قطری که کانونها روشه، یه اصطلاحه، بهش میگن قطر بزرگ. ب بپریم قطر کوچیک بیضیه، چون کانون روش قرار نداره بهش میگن قطر ناکانونی یا قطر کوچیک بیضی. رؤوس ناکانونی، میبینید؟ رؤوس کانونی به خاطر اینکه روی کانون قرار می، روی امتداد کانون قرار میگیرن نوشته شده. او هم که مرکز بیضیه. اف اف پریم بهش میگن فاصله کانونی، آ آ پریم بهش میگن قطر بزرگ، ب ب پریم بهش میگن قطر کوچک. اینا رو با یک اصطلاحاتی نشون میدیم. ما میگیم آ آ پریم همیشه برابر میشه با دعا، اف اف پریم میشه دو سی و ب ب پریم میشه دو بی. بچه ها قطر بزرگ میشه دعا، قطر کوچیک میشه دو ب، اف اف پریم میشه دو سی. پس آ و ب و سه قطرها نیستند، آ و ب و سه نصف اینا هستند. در واقع در واقع او آ رو نگاه کنید، او آ میشه آ، او اف میشه سی، او ب میشه بی. بعد او اف با او اف پریم برابره، او آ با او آ پریم برابره، او ب هم با او ب پریم برابره. پس او وسط همه شونه، او وسط اف اف پریمه، او وسط آ آ پریمه و او وسط ب ب پریمه. بهش میگن مرکز بیضی. این نکاتی که تو بیضی باید به خاطر داشته باشیم. و یک رابطه بسیار بسیار زیبا و جالب تو بیضی وجود داره. میگه که بین این سه تا پارامتر آ و ب و سه رابطه فیثاغورسی برقراره. رابطه فیثاغورسی برقراره، یعنی آ دو برابر با ب دو برابر با س دو. خب ما میدونیم که آ از بی و سی بزرگتره دیگه، رخش وتر رو بازی میکنه. این رابطه هم داشته باشیم برای محاسبات بیضی و مختصات بیضی رو نگاه کنید. بچه ها بیضی اگه دقت بکنید مختصاتش با توجه به مقادیر اف و اف پریم و اون آ و بی و سی که داری میتونه تغییر کنه. اگر شما مرکز رو آلفا بتا بگیرید، من اگه به اندازه سی بیام جلو، یعنی سی رو به آلفا اضافه کنم میشه آلفا به علاوه سی، میشه نقطه اف. اگه به آلفا آ رو اضافه کنم میشه نقطه آ. اگه از آلفا سی رو کم بکنم میشه نقطه اف پریم و اگر از آلفا آ رو کم بکنم میشه نقطه آ پریم. اگر همین اتفاق رو ببرم بالا، یعنی رو ایگرک ها این کار رو انجام بدم، بیام بی رو با بتا جمع بکنم و بی رو از بتا کم بکنم، نقاط ب و ب پریم به من خواهد داد. اگه دقت بکنیم بچه ها تفاوت بیضی افقی و بیضی قائم دقیقا تو همینه. تو بیضی قائم تفاوت کنید این بیضی بچرخه، یعنی شکلتون به این صورت بشه. نگاه کنید شکل به این صورت میشه. اگر شما بیایید در واقع قطرهای بیضی رو رسم بکنید، به این صورت این دفعه اگه نگاه بکنیم بچه ها اف و اف پریم و آ و آ پریم در راستای قائم قرار میگیرن، یعنی همین اتفاقی که اینجا افتاده
این دفعه با ایگرگ ها تغییر میکنه. یعنی اگه نقطه او باشه آلفا بتا، نقطه اف پری میشه چی اینجا؟ یا نقطه اف اینجا چی میشه؟ این دفعه آلفا ثابته، بتا با سی جمع میشه میشه اف، بتا با آ جمع میشه میشه آ. این پایین هم بتا از اف کم، از در واقع مقدار سی از بتا کم میشه میشه نقطه اف پریم، و مقدار آ از بتا کم میشه میشه نقطه آ پریم. یعنی تفاوت فقط تو همینه، بس این که یه جا ایگرگ ها جا به جا میشه، یه جا ایکس ها جا به جا میشه، که بیضی افقی قائم میشه خودشو نشون میده. نکته، خطی که از کانونهای بیضی عمود بر محور بیضی رسم میشه بهش میگن وتر کانونی. این از نقطه F رد شده میشه MN، بر محور اصلی عموده. MN برابر با چی میشه؟ 2/2 بر روی A. اثباتش تو کتاب نیستش، ما کاری باهاش نداریم، بعدا میتونید خودتون ثابت کنید. نه تو کنکور اثباتش هست، نه اینکه تو کتاب درسی، پس نیازی نیست بخوام اثباتش رو بدونیم، اما تو محاسبات استفاده میشه، سوال ازش میدن. وتر کانونی، خوب دقت کن، وتریه که بر محور اصلی بیضی عموده و اندازش هم میشه 2 B2 تقسیم بر A. و خروج از مرکز بیضی، خروج از مرکز بیضی عددیه که شناسه بیضیه. بعضی بیضیه دیدین کشیده میشن، مثلا مثل این بیضی این شکلیه، نگاه کنی بعضی بیضی ها این شکلی هن توپلن، بعضی بیضی اصلا نزدیک دایره است به این صورته. اینا چه فرقی، اینا چه چیزیشون هست که باعث میشه این اتفاق بیفته؟ یه چیزی هست به نام ضریب خروج از مرکز، یا عددی به نام خروج از مرکز. با چی نشون میدن این عددو؟ با ای نشون میدن. مقدار ای برابر با چی میشه؟ مقدار ای برابر میشه با نسبت سی بر روی آ. سی چی بود بچه ها؟ سی همون او اف بود، در واقع نصف فاصله کانونی بود. میگه اگر شما کانون هاتون به هم نزدیک بشه، خب در واقع بیضی داره به سمت دایره میل میکنه. این کانون ها وقتی به هم نزدیک میشن در واقع دارن به نقطه او میرسن. زمانی که کانون میشه صفر، یعنی اف اف پریم دیگه صفره، پس سی دیگه وجود نداره، سیمون صفره، در نتیجه ای میشه صفر. پس اگر ای مساوی صفر باشه، ما شکلمون تبدیل میشه به دایره. اما مثل اینجا، مثل اینجایی که الان سی اینجا تقریبا نزدیک به صفر داره میل میکنه به سمت صفر. اما زمانی که سی هی بزرگ بشه، هر چی بزرگتر بشه بیضی کشیده تر میشه، در نهایت بیضی به این صورت متمایل میشه که هی بزرگتر بشه و این در واقع کشیدگی بیضی زیادتر میشه. زمانی که ای بشه 1، یعنی سی با آ مساویه، مثل اینی که شما دو تا نقطه رو بگیری بکشی بچسبونی به تا، دیگه چیزی وجود نداره، که کاملا به یه خط تبدیل میشه. شکل به چی تبدیل میشه؟ به خط. پس تفاوت در واقع مقدار ای اینجا خودش نشون میده که اگر ای برابر صفر باشه میشه دایره، برابر 1 باشه میشه خط. پس بیضی هر چی در خروج از مرکزش بزرگتر باشه، بیضی کشیده تری خواهیم داشت. ویژگی بازتابندگی بیضی، خاصیت بازتابندگی رو شما توی فیزیک هم بدونید، میگه اگه پرتوی تابش با هر زاویه‌ای با سطح برخورد کنه، با همون زاویه ازش خارج میشه. تو بیضی هم یه ویژگی بازتابندگی ما داریم، به طوری که اگر شما یک پرتو نور یا پرتو صدا، فرق نمی‌کنه، چیزی که موج باشه بتونه حرکت کنه، اگر از نقطه F عبور بکنه و بره به بیضی برخورد کنه، دقیقاً انعکاسش، یعنی برگشتش از اف فیلم بعدی خواهد بود، و اینکه این دوتا زاویه کناری با همدیگه چی میشن؟ برابر میشن. خیلی جالبه، سطح بیضی سطح منحنیه، اما این دوتا زاویه همیشه با همدیگه برابرن. چرا؟ چون یکیش پرتاب تابشه، یکیش پرتاب چیه؟ بازتابشه. پس این زاویه ها با همدیگه مساوی میشن. اینو بهش میگن خاصیت بازتابندگی، یا در واقع خاصیت آینه‌ای بیضی بهش میگن. اگر از یکی از کانون‌های بیضی اشعه نور بتابه، بازتاب از کانون دیگه میگذره. توی
اصفهان عالی قاپو که تشریف ببری مشخص قشنگ یه صحنی هست اگر بری داخلش، این یه چارگوش مربع شکل، دقیقا حدود مثلا 10-15 متر این قطرش فاصله داره. اگر به فاصله 15 سانتی متری دیوار بایستید و نفری که اون سمت تو قوب قطر روبروش بایستده رو با یه نجوای خیلی کوچیک صدا کنید، صدای شما از طریق سقف که به صورت بیزی هست صدا انتقال پیدا میکنه به اون ور. چرا؟ چون صدای شما میره میخوره به کانون بیزی بالا، اون کانون صدای شما رو میفرسته رو کانون بعدی و صدا از اون طریق انتقال پیدا میکنه. این خب خیلی جالب بوده تو اون دوره اون دوره وقتی ساختن، در واقع سقفش دوتا بیزی تو همه که قطرهای این در واقع مربع میتونه مرکز اون در واقع کانونهای شما باشه که صدا رو انعکاس میده. این بحث در واقع ویژگی بیزی که از ویژگیش استفاده کردن برای ساخت اون بنا. زاویه تابش هم با تابش برابره، آلفا مساوی با بتا. مجموع فواصل نقاط خط دی از دو کانون، میگه هر نقطه‌ای که شما رو خط دی انتخاب بکنید، مثلا اینجا یا اینجا، اگر این نقاط رو به کانون‌ها وصل بکنید به این صورت، این نقاطی که اینجا استفاده می‌کنید مثلا نقطه N و N پریم، خب اگر مثلا بگی N پریم F پریم به علاوه N پریم F یا N F به علاوه N F پریم فرق نمی‌کنه، هر نقطه‌ای که رو خط دی انتخاب بکنید و به F و F پریم وصل کنید، فاصله شون همیشه از فاصله M F و M F پریم بزرگتره. یعنی M F و M F پریم کوچکترین مقدار یا مینیموم ترین حالت ممکن رو خواهند داشت. این دقیقا قاعده‌ایه که هرون اینو در واقع اثبات کرده، بهش میگن قاعده هرون. یعنی چی؟ یعنی هر نقطه رو بیزی قرار داشته باشه، اون نقطه فاصلش تا F و F پریم از همه کمتره. خب خیلی منطقیه مثلا بچه‌ها، هر نقطه‌ای که روی دی شما انتخاب بکنید قطعا نقطه‌ای که از بیزی بیرونه. خب اگه نقطه از بیزی بیرون باشه قطعا فاصلش تا F و F پریم از نقطه‌ای که رو بیزی باشه بیشتره دیگه. پس منطقیه که این فاصله M از F تا F پریم از همه کمتر میتونه باشه. اما سوالات بیزی، جای خالی رو به عبارات مناسب پر کنید. در حالتی که خروج از مرکز بیزی برابر صفر باشد، بیزی تبدیل به یک دایره می شود. همین الان گفتیم نکتش. اگر خروج از مرکز بیزی برابر 3/5، بچه خروج از مرکز با چی نشون میدیم؟ با ای. ای برابر با سی آم و برابر با 3/5 و قطر کوچک بیزی، خوب گوش کن، وقتی میگه قطر کوچک بیزی یعنی دوبه. دوبه با چی برابره؟ با 16. پس می نویسم دوبه برابر است با 16، پس ب برابر میشه با 8. طول قطر بزرگ بیزی و فاصله کانونی آن را به دست آورید. عزیزان یه نکته ما توی بیزی داریم، همه تونم می دونید، نه فقط تو بیزی، بحث اعداد فیثاغورسیه. ببینید اعداد فیثاغورسی معروف ترینشون 3 و 4 و 5 و همه مضاربش. 3 و 4 و 5 و همه مضارب، مثل چی؟ مثل 6 و 8 و 10، مثل مثلا 30 و 40 و 50، اینا همه فیثاغورسی میشن. این معروف ترین عدد فیثاغورسیه که ما توی بیزی داریم و ازش خیلی استفاده میشه. الان نگاه کنید شما، سیمون که سه نیست در واقع، سیمون نسبتش شده 3، آمون هم 5 نیست، آمون نسبتش شده 5، اما بیمون چنده؟ بیمون 8. یه نگاه بندازی به این جدول متوجه میشی که عدد سیمون باید 6 باشه و عدد آمون باید 10 باشه. پس مسئله حل شد. گفته قطر بزرگ چنده؟ وقتی آده باشه قطر بزرگ میشه 20، وقتی سیمون باشه 6 پس فاصله کانونی میشه 12. خیلی راحت حل شد. اما اومدیم و شما نمیدونستید اینو، چیکار میخوای بکنیم؟ میگیم خب وقتی سی آم با 3/5 برابره، پس میتونیم نتیجه گیری کنیم که سی برابر میشه با 3 کا، نسبت دیگه، و آمونم برابر میشه با 5 کا. میگیم خب رابطه فیثاغورسی بینش وجود داره، پس می نویسم 5 کا به توان 2 برابر با 3 کا به توان 2 به علاوه 64.
از اینجا میشه 25 تا کادو مساوی میشه با 9 تا کادو به علاوه 64. 25 با 9 که کم بشه میشه 16 تا کادو مساوی میشه با 64. 16 با 64 سادش بکنیم میشه 4. از اینجا کادو میشه 4 و اینجا کا میشه 2. خب یعنی چی کا بشه 2؟ یعنی سیمون میشه 6، آمون میشه 10 دیگه. خب اینم ما اینجا به دست آورده بودیم. پس به راحتی میتونیم بگیم که فاصله کانونی میشه 12 و قطر بزرگ بیضی میشه 20. بریم سراغ سوال بعدی. نقطه M روی بیضی به اقطار 6 و 10. وقتی میگه قطر 6 و 10 یعنی این 6 شما میشه 2B قطر کوچیک، این 10 میشه 2A یعنی قطر بزرگ. پس Bمون بلا فاصله میشه 3، آمون بلا فاصله میشه 5. بچه ها عدد فیثاغورسی هستن یا نیستن؟ میگیم بله. پس همینجا میتونم بگم که C برابر با چنده؟ سی برابر با 4. گفته فاصله آن نقطه، نقطه M تا مرکز بیضی برابر با 4. خب بچه ها ام او که 4، او اف و او اف پریم هم که هر کدومش چی هن؟ 4. گفته در صورتی که بدانیم مثلث قائم الزاویه است. خب قائم الزاویه قطعا هست. چرا هستش؟ به خاطر اینکه ام او نقش میانه رو داره برای اف اف پریم. وقتی اف اف پریم بر اثر وارد شدن ام او نصف میشه و خود ام او هم با اف اف پریم برابره، این ویژگی فقط تو قائم الزاویه وجود داره که میانه وارد بر وتر نصف وتره. یعنی اگر مثلث قائم الزاویه باشه، او ام اگه نقش میانه رو بازی کنه همیشه با اف اف پریم تقسیم بر 2 برابره. گفته طول ام اف رو به دست بیارید. ام اف برابر چی میشه؟ خب ما میدونیم که ام اف به علاوه ام اف پریم برابر میشه با 2A طبق تعریف بیضی. طبق تعریف بیضی ام اف علاوه ام اف پریم میشه 2A. مون که 5 بود جواب میشه 10. این از این. از طرفی مثلث مثلث قائم الزاویه است، پس ما میتونیم بگیم که ام اف به توان 2 به علاوه ام اف پریم به توان 2 طبق قضیه فیثاغورس برابر میشه با اف اف پریم به توان 2. اف اف پریممون هم برابر میشه با 8. به توان 2 برسه میشه چند؟ میشه 64. پس این جواب میشه 64. برای اینکه این دوتا معادله رو بتونم با هم حل کنم، کافی معادله بالا رو به توان 2 برسونم. پس این اگر کلن به توان 2 برسه میشه ام اف به توان 2 به علاوه ام اف پریم به توان 2 به علاوه 2 تا ام اف در ام اف پریم حاصلش میشه 100. میام به جای ام اف به علاوه ام اف پریم چی قرار میدم؟ 64 قرار میدم. میشه 64 به علاوه 2 تا ام اف در ام اف پریم برابر شده با 100 که از اینجا ام اف ضرب در ام اف پریم برابر میشه با 18. خب بچه عزیز دقت بکنید، دو تا عدد من اسمشو میذارم x و y تو معادلات راحت تر باشه. این اسمشو میذارم x، این میشه y، اینم میشه x، اینم میشه y. دو تا عدد جمع شده 10 ضرب شده 18. تو معادله درجه 2 میگفتیم جمع دو عدد شده چقدر؟ 10 و ضرب دو عدد شده 18. معادله ای که تشکیل میشه میشه این معادله، میشه در واقع زد به توان 2 منهای 10 زد به علاوه 18 مساوی با 0.
من چرا زد گرفتم؟ چون ایکس و ایگرگ و سوا گرفته بودم این مقادیر، دیگه اینجا ایکس نگرفتم. یه معادله درجه دو تشکیل شده که جمع ریشه هامون منفی در واقع 10 و ضرب ریشه هامون 18. اگر روی دلتای معادله رو حل کنید، زد یک و زد دو به دست میاد که یکیش ام اف، یکیش ام اف پریمه. پس بریم سراغ روش دلتا. دلتا بگیریم، دلتا برابر میشه با 100 منهای 72، جواب میشه 28. نتیجه زد یک و زد دو برابر میشه با منفی 10 که میشه 10 مثبت و منفی رادیکال 28 بر روی 2. از شما چی خواسته؟ از شما طول ام اف رو خواسته. ام اف بچه ها عدد کوچیک است، پس با تفاضلش حساب میکنم. نتیجه ام اف برابر میشه با 10 منهای رادیکال 28 دوم، که اگه بچه رادیکال 28 رو بگیریم، دو رادیکال 7، اون دو بالا با دو پایین با هم دیگه ساده میشه، جواب کلا میشه 5 منهای رادیکال 7. یعنی یه جوابش 5 منهای رادیکال 7، یه جوابش 5 برابر رادیکال 7، که به این صورت میتونیم معادلمون رو حل کنیم. خیلی مهم بود که من تشخیص بدم مثلث قائم الزاویه است. چرا؟ اگر قائم الزاویه نبود، نوشتن رابطه پایین منطقی حساب نمیشه و کلا سوال حل نمیشد. بریم سوال بعدی. جای خالی رو پر کنید. اگر مجموع فواصل نقطه آ از دو کانون بیضی بیشتر باشد، این همون نقطه بودش که رو دی گفتیم نقطه میره بیرون، قضیه هرون بود، این همونه. فاصله نقطه آ از دو کانون بیشتره، بیشتر از طول در واقع قطر بزرگه. نقطه آ کجا قرار داره؟ پس خارج بیضی قرار داره. اگه کوچیکتر بود داخل بیضی قرار داشت، چون بزرگتره بیرون بیضی قرار داره. اگر هم روی بیضی باشه که خب مشخصه دیگه، با هم برابر. در حالتی که خروج از مرکز بیضی برابر یک باشد، بیضی تبدیل به یک دایره می شود. خیر، نادرسته. اینو ثابت کردیم میشه پاره خط دیگه. سوال بعدی، این سوال کتاب، دقت کن. گفته قطر دایره سی مانند شکل دایره سبز رنگ مانند شکل زیر است. قطر بزرگ بیضی برابر با قطر اینه. نگاه کنید، قطر دایره سی مانند شکل زیر قطر بزرگ بیضیه. نگاه کن، این بیضی، قطر بزرگ بیضی قطر دایره است. نتیجه شعاع دایره با نصف قطر برابره. همینجا می نویسیم. اینجا از این چه نکته ای، چه نتیجه می گیریم؟ همینجا متوجه میشیم که شعاع دایره برابر میشه با آ. از کانون اف عمودی بر قطر آ پریم رسم میکنیم. کانون اف یه عمود بر قطر رسم میکنیم که دایره رو تو نقطه ام قطع کنه. میخوام ثابت کنیم ام اف برابر نصف قطر کوچیکه. یعنی چی؟ حکم سوال اینه ام اف برابر با بیه. خب ببینیم داستان چی. اگه یادتون باشه بچه ها، ما میدونستیم که توی رابطه بیضی بین قطرها و فاصله کانونی رابطه فیثاغورس برقراره، درسته تا اینجا؟ حالا اگر شما بیایید و نقطه ام رو به او وصل کنید، به این صورت میدونیم که مثلث قائم الزاویه ایجاد شده اینجا. یعنی چی؟ یعنی او ام به توان 2 مساوی با او اف به توان 2 به علاوه ام اف به توان 2. این رابطه رو ما داریم. حالا او ام با توجه به شرایطی که من بالا نوشتم براتون، خود شعاع دایره است که برابر با آه، پس این میشه آ 2 مساوی با او اف که سیه، میشه سی به توان 2 به علاوه ام اف مونم که می نویسیم چه ام اف به توان 2. و ما می دونیم که از اینجا ام اف به دست میاد، اینجا ام اف به توان 2 برابر میشه با آ 2 منهای سی 2، میشه آ 2 منهای چی؟ سی 2. و این رابطه چقدر آشناست.
میدانیم در بیزی چی داریم بچه تو بیزی؟ میدونیم که A2 برابر با B2 به علاوه C2، یعنی A2 منهای C2 برابر میشه با B2. اگر رابطه 1 رو با رابطه 2 مقایسه کنید، خودتون بگید چه نتیجه میگیرید؟ آیا قبول دارید که MF همون Bه؟ میگیم بله. وقتی دو طرف یک تساوی با هم برابر باشه، خود به خود طرف دیگه با هم دیگه برابره. سوال هفتم. سوال پرسیده که در شکل زیر نقطه M روی بیزی قرار داره. کانون های F و F بی را مشخص شده. خط D را به گونه ای رسم کنید که در نقطه M بر بیزی مماس باشد. پس بیایم خط D را رسم کنیم. به این صورت این خط دی در نقطه M مماس شده و کانون F مشخص شده. خب سپس از نقطه F پریم خطی به موازات MF، پس MF رو اول رسمش کنیم اینجا، این MF. از نقطه F پریم خطی به موازات MF رسم میکنیم به این صورت تا بیاد بیزی رو در نقطه، تا بیاد خط دی رو در نقطه N قطع کنه. اینم نقطه N. سوال چی پرسیده؟ گفته که ثابت کنید MF پریم با NF پریم برابره. میخوایم ثابت کنیم این زل با این زل برابره. پس حکم چیه؟ MF پریم مساویه با NF پریم. خیلی اولا اگه یادتون باشه گفتیم آقا این زاویه هایی که توی اینجا به وجود میاد، این الان MF زاویه تابشه، اگه اسمشو بذاریم آلفا، MF پریم زاویه بازتابشه، اینم پس میشه آلفا. پس می نویسیم اینجا زاویه F M D مساویه با زاویه F پریم M N. چرا این اتفاق می افته؟ سه تا زاویه نوشتم که چون این زاویه به مشخص می، اگه می نوشتم M مشخص نبود کدوم M. این دو تا زاویه با هم دیگه مساویه به خاطر زاویه چی؟ بازتابش و بازتابش، تابش و بازتابش. خب حالا دقت کن اینجا رو، ما میگیم که دو خط FM و F'N با هم موازی هن. FM موازی F'N. چرا؟ فرض مسئله بوده، خودش گفته موازی رسم کنید اینها. اگه موازی باشند خط دی میشه مورب، اگه خط دی مورب باشه پس زاویه اف ام دی با زاویه ان چی میشه؟ برابر میشه. در نتیجه زاویه اف ام دی مساوی میشه با زاویه ان، یعنی زاویه N هم برابر با چی میشه؟ آلفا میشه با این حساب. پس بچه ها مثلث F پریم N M یک مثلث متساوی و ساقینه، درسته؟ در نتیجه مثلث N F پریم M متساوی و ساقینه. خب اگه متساوی و ساقین باشه نتیجه این که MF پریم با NF پریم با هم دیگه برابر میشه، حکم مسئله ثابت میشه.
پس دو تا ویژگی داشتیم، یکی اینکه دو خط موازی داشتیم و یه خط مورب، و دیگه این بود که زاویه تابش و بازتابش با هم دیگه برابر بود. بریم سوال بعدی. گفته که در بنزین شکل مقابل OA برابر با A، OF برابر با C، OB هم برابر با B. ثابت کنید این رابطه برقراره. خب اگه دقت کنید بچه ها، مثلث OBF قائم زاویه است، درسته یا نه؟ چون قائم زاویه است میتونیم قضیه فیثاغورس رو براش بنویسیم. پس بنویسیم BF به توان دو مساویه با OB به توان دو به علاوه OF به توان دو. جای OB خود سوال گفته بذار B، پس میتونیم بنویسیم BF به توان دو میشه B2 به علاوه C2. این شد شرط اول، نگرش میداریم. طبق تعریف بیزی نقطه B روی بیزی قرار داره. پس طبق تعریف چی؟ بیزی. میگیم مگه مجموع فواصل هر نقطه رو بیزی تا کانون ها با هم برابر دو آ نمیشد. پس میتونیم بگیم که BF به علاوه BF پریم برابر میشه با دو آ. چون نقطه B دقیقا وسط قرار داره و مثلث BF F پریم متساوی و ساقینه، پس به جای BF پریم هم میذارم چی؟ میذارم BF. پس نتیجه اینجا میشه دو تا BF برابر میشه با دو تا A. در نتیجه BF برابر میشه با خود A. درسته تا اینجا؟ جای BF قرار میدم بالا، نتیجه A2 برابر میشه با B2 به علاوه C2. اینجا می نویسم BF و مساوی A میذاریم، در نتیجه به نتیجه میرسیم. یعنی اون قضیه فیثاغورسی که گفتم بهتون چجوری ثابت میشه، یکی از حالتهای خاصش اول در نظر میگیریم. وقتی قرار باشه که نقطه B بیاد ویژگی رو در واقع اعمال کنه، پس هر نقطه دیگه هم که رو بیزی باشه همین ویژگی رو خواهیم داشت دیگه. براش از ویژگی در واقع نقطه روی بیزی استفاده کردیم. سوال بعدی، نقطه M روی بیزی به اقطار 6 و 10 به گونه ای قرار دارد که فاصله آن تا مرکز بیزی برابر 4 است. بچه ها این سوال دقیقاً همون سوالی بوده که با هم دیگه حل کردیم. عددها همونه، سوال کتاب بوده و دو بار تو امتحان نهایی سوالش اومده. جای خالی رو پر کنید. در حالتی که سی آ اون برابر 1 باشد، بیزی به 1 پاره خط تبدیل می شود. خط ننویسید، پاره خط. درستی و نادرستی عبارت زیر مشخص کنید. در حالتی که خروج از مرکز بیزی برابر 0 باشد، بیزی تبدیل به یک پاره خط می شود. نادرسته، همین الان گفتیم برابر 1 باید بشه. اگر مجموع فواصل نقطه آ از کانون بیزی بیشتر باشد، وقتی میگه بیشتر باشه این نقطه بیرون بیزی قرار داره. نقطه کجاست؟ در خارج. این دوباره اومده بود، تکرار دوباره بود. اینم از بیزی. پس تا اینجا دایره و بیزی رو تموم کردیم. میریم سراغ آخرین قسمت فصل دو به نام سهمی. ببینیم سهمی به چه صورتی تعریف میشه. خوب دقت کنید. تعریف سهمی تعریف جالبی داره. میگه سهمی مکان هندسی نقاطی از یک صفحه است که از یک خط ثابت. ببین بچه ها خط ثابت رو نگاه کنید، این خط ثابت و یک نقطه. نه محورش رو رسم کنم براتون که، و یک نقطه به نام کانون، یک خط به نام خط هادی. میگه مکان هندسی نقاطیه که فاصله اون نقاط از نقطه F و خط L یکسان باشه. یعنی شما الان یک نقطه سهمی رو میتونی اینجا در نظر بگیری، دقیقا این نقطه S. نقطه بعدی سهمی میتونه اینجا باشه، نقطه بعدی سهمی میتونه اینجا باشه، نقطه بعدی به همین صورت، یعنی یه همچین شکلی میشه.
الان شما هر نقطه‌ای رو سهمی انتخاب بکنید، مثلا اینجا اگر اینو به F وصل کنید و اینم عمود کنید بر این، این فاصله ها با هم دیگه برابره. تعریف سهمی میگه این، میگه شما موقعیت این نقاط رو باید اینجوری در نظر بگیرید که هر نقطه رو سهمی رو وصل کنی به کانون و وصل کنی به خط هادی، این دو تا فاصله همیشه با هم دیگه برابره، فاصله هاشون یکیه. سهمی سه تا جزء اصلی داره، یه کانون داره بچه ها نقطه F، یه رأس داره نقطه S و یک D داره به نام خط هادی. سه تا پارامتر مهم داره بچه ها. به معنی که اسم سهمی میاد، من باید دو تا پارامتر مهمش رو پیدا کنم. یک، اسم رو پیدا میکنم، اسم مهمترین قسمت سهمیه، و یک فاصله خیلی جالب به نام پارامتر سهمی. بچه ها این فاصله S تا H رو و فاصله F تا S رو، یعنی SH با FS همیشه برابره. اسمشو میذاریم مقدار A، به این A میگیم پارامتر سهمی. پس سهمی یه پارامتر داره، بیزی سه تا پارامتر داشت، A و B و C، دایره یه پارامتر داشت R. سهمی هم یه پارامتر داره، اونم A. فاصله چیه؟ فاصله F تا S و S تا H، اینا با هم برابره. یعنی SH همیشه با SF چیه؟ برابره، چون S خودش نقطه روی بیزی و طبق تعریف با هم برابره. فاصله رأس سهمی تا کانون F برابره فاصله رأس سهمی تا خط هادیه، نشونتون دادیم اینجا. یعنی رأس سهمی وسط کانون و خط هادیه. فاصله رأس و کانون را با A نشان میدهیم، این مقدار رو بهش میگم پارامتر سهمی. این آی کوچیکه، این آ رو بهش میگم پارامتر سهمی. حالا یه نکته جالب داریم اینجا، هر موقع آ مثبت باشه دهانه سهمی یا رو به بالا میره یا به سمت راست باز میشه، اما وقتی آ کوچیک‌تر از صفر باشه دهانه سهمی رو به پایینه یا رو به چپ باز میشه. یعنی چی بچه ها؟ نگاه کنید اینجا رو، یعنی عدد آ همیشه مثبته چون فاصله است، اما علامت آ چیه؟ علامت آ جهت نشون میده. الان نگاه کنید اینجا، وقتی آ میشه مثبت شاخه های سهمی رو به بالا میره، وقتی آ میشه منفی شاخه ها رو به پایین میاد، این مال سهمی قائمه. اینجا نگاه کنید، وقتی که آ مثبت دهانه به سمت راست محورها باز میشه، وقتی آ منفی دهانه به سمت چپ باز میشه. پس دهانه سهمی رو چی تعیین میکنه که کدوم سمت باز بشه؟ آ. بچه ها آ منفی نمیشه، اگه منفی پشت آ دیدید باید جهت سهمی رو تعیین کنید که کدوم سمته، اون علامت جهت سهمی رو مشخص میکنه. این مهمترین نکته ای که توی سهمی وجود داره، یعنی این نکته پنجم بسیار نکته مهم میخواهد بود. اگر سهمی افقی باشه خط هادیش قائمه، مشخصه. اگر سهمی قائم باشه خط هادی افقیه. بچه ها خط هادی همیشه پشت سهمی میفته، یعنی خط هادی هیچ وقت با سهمی برخورد نمیکنه. اگه خط هادی اینجا باشه دهانه سهمی رو به این نیست، پشت سهمی رو به اینه. پس خط هادی همیشه پشت رأس سهمی قرار میگیره، یادتون نره. کانون کجا قرار میگیره؟ کانون داخل سهمیه، تفاوت داره. پس ما میتونیم با استفاده از کانون و خط هادی نوع سهمی رو حتی مشخص کنیم که افقی یا قائم. اما معادله سهمی، معادله سهمی دو تا صورت داره، یکی معادله استاندارد سهمی افقی. بچه این معادله استاندارد نگاه، چرا بهش میگیم استاندارد؟ نگاه کنید، اولا این بتا و این آلفا که اینجا میبینید رأس سهمیه، اسم مختصات آلفا و بتا. این آی که اینجا میبینید همین پارامتر سهمیه. پس پارامتر سهمی باید تو معادله وجود داشته باشه، آلفا بتا هم باید وجود داشته باشه. حالا جایی که ایگره توان دو میگیره سهمی افقیه، نگاه کنید، سهمی افقی
توان دو مال ایگرگه، یعنی ایگرگ دو داریم توش. اگر آ مثبت باشه دهانه به سمت راست باز میشه، اگر آ منفی باشه دهانه به سمت چپ باز میشه. این سهمی اگه دهانش بخواد به سمت چپ و راست باز بشه خیلی مهمه بچه. اگر دهانه به سمت راست باز بشه، اف شما جلوتر از رأس قرار میگیره، یعنی مختصات اف شما میشه آلفا به علاوه آ و بتا، به اندازه آ میاد جلو و خط حادیشی میشه به اندازه آ میاد عقب. پس خیلی مهمه که دهانه سهمی رو اول مشخص بکنم که کدوم سمت باز میشه. حالا چون اف داخلش میفته به اندازه آ اضافه میشه و چون خط حادی پشتش میفته معادل خط حادی به اندازه آ عقبتر قرار میگیره، که اینجا براتون مفصل نوشتیم به چه صورتی هست. اگه سهمیتون قائم باشه، این دفعه ایکسمون توان دو داره، همون آلفا بتا ها سر جاش هست، یعنی آلفا مربوط به ایکسه، بتا مربوط به چیه؟ ایگرگه. آمونم که ثابته. بازم آ اگه مثبت باشه شاخه ها رو به بالاست، آ منفی باشه دهانه رو به پایینه، که اینجا دوباره میتونیم مختصات اف و خط حادی رو از توش مشخص کنیم. این نکاتی که براتون نوشتم بچه‌ها بسیار 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 مهمه. قبل از اینکه وارد حل مسائل سهمی بشید، حتما این دو نکات سهمی رو خوب بخونید. این بحث اینکه دهانه سهمی بالا باشه یا پایین باشه خیلی مهمه. و در حالت گسترده، معادله گسترده سهمی به دو صورته. دقت کنید اینجا رو. اولا تو معادله گسترده شما یا ایگرگ و توان دو میبینید یا ایکس رو. پس خیلی ساده میتونیم از معادله گسترده سهمی بفهمیم که این سهمی افقی یا قائم. اگر توان دو مال ایگرگ بود سهمی میشه افقی. اگر در واقع ضریب توان ایکس دو داشت، ایکسمون توان دو داشت، سهمی میشه قائم. اما بچه ها اینجا دیگه متوجه نمیشیم که سهمی دهانش بالاست یا پایین، یعنی مقدار آ رو باید تعیین بکنیم. اینجا چجوری تعیین میکنیم؟ خوب گوش کن اینجا رو. برای اینکه آ رو تعیین بکنیم بچه ها، ما تو هر کدوم از معادله ها، اول معادله نگاه کنید به صورت گسترده باشه، باید همش به سمت چپ قرار بگیره و مساوی صفر باشه، یعنی شما هیچ عددی سمت راست نباید دیده بشه. برای ما سمت راست معادلمون همیشه صفره. پس اگه معادله رو به این صورت در نظر بگیریم، الان به شما بگن که خب کدوم عبارت درجه دوه، شما میگی ایگرگ. پس کدوم درجه یکه؟ میگیم ایکس، چون دو تا پارامتر که بیشتر نداریم، یه ایکس ایگرگ دیگه. تو پایینه میگم کدوم درجه دوه، میگیم ایکس. کدوم درجه یکه؟ میگیم ایگرگ. این تو ذهنمون باشه. پس درجه یک و درجه دو کاملا مشخصه. اما آ چی میشه؟ یا چهار آ، فرق نمیکنه. من اگه بخوام آ رو پیدا بکنم این نکته خیلی کمکم میکنه. نگاه کنید نکته چی میگه. میگه که هر موقع خواستی چهار آ رو پیدا کنی تو هر کدوم از معادله ها، فرق نمیکنه اصلا، میگه که آقا چهار آ برابر است با منفی ضریب درجه یک. یعنی تو معادله بالایی میشه سی، تو معادله پایینی هم میشه سی. نمیخوام سی رو حفظ کنی، شاید اصلا سی رو شما نبینید، بگیم ضریب درجه یک. پس میشه منفی ضریب درجه یک به ضریب درجه دو. درجه دو اینجا آه، اینجا هم آه، پس میشه منفی سی آه. این منفی سی آ اون برابر با چهار آه. پس آ چی میشه؟ آ میشه منفی سی بر روی چهار آ. منفی ضریب درجه یک به ضریب درجه دو. به راحتی مقدار آ معلوم میشه. خوب گوش کنید بچه ها، این عددی که اینجا به دست میاد یا مثبت یا منفیه. آ به دلیل ماهیتش اصلا منفی معنی نداره. پس منهایی که درست میکنه مال چیه؟ منها مال جهت سهمیه، که میگه شاخه‌های سهمی رو به پایینه یا سمت چپه، که با توجه به این مقدار آ شما میتونید مختصات کانون و خط حادی رو به دست بیارید. توی سهمی یک وتری وجود داره به نام وتر کانونی، یعنی اگه شما سهمی رو رسم بکنید به این صورت، این خط حادی باشه، اینم محورش باشه، این کانون باشه، این خطی که از اینجا رسم میشه به این صورت بهش میگن MN، به این میگن وتر کانونی. وتر کانونی همیشه برابر با 4A،
همون چهار آیه که این بالا به دست آوردید. هر چی ذریب آب و دکتر باشه، دهانه سهمی باز و بسته تر میشه. اما ویژگی بازتابندگی سهمی، اینو شما تو آینه های مقعر و مهدب دیدید. چی میگه؟ میگه هر اشعه‌ای که موازی محور سهمی بیاد به سهمی برخورد کنه از کانون میگذره و هر شعاع نوری که از کانون بگذره بخوره به سهمی موازی محور برمیگرده. این هم از خاصیت بازتابندگی سهمیتش. نگاه کنید اینجا رو، شعاع تابش رو ببینید، شعاع تابش اومده برخورد کرده، انعکاسش از کانون میگذره و برعکس اگه شعاعی از کانون بگذره حتما از موازی در واقع محور خواهد گذشت. زاویه‌های تابش بازتابش هم همیشه برابره، فرقی نمی‌کنه بیزی باشه، دایره باشه یا سهمی باشه، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. بسیار خوب، اینم مبحث در واقع سهمی شد. انشالله جلسه بعدی با هم مثال‌های امتحان نهایی سهمی رو با هم دیگه حل می‌کنیم. تا جلسه دیگر، خدا نگهدار. شدم من واسه این کار، ساخته شدم من بی تو.